سلام و روز بخیر خدمت همه دوستا و همراه های گلمون. یه مطلبی رو میخوام باهاتون در میون بذارم، برای اینکه ما روزانه با این مطلب زیاد دست و پنجه نرم میکنیم. ببینید، ریکاوری رنگ، کلمه‌ای که به معنای کلمه باید کاملا اصولی انجام بشه، از مرحله اول آسیب شناسی، پاکسازی و بعد با ابزار شناخت و البته مواد درجه یک باید انجام بشه، خیلی فرق میکنه با پوساک پالیش یا روش‌های سنتی یا ناشیانه‌ای که سابقا روی رنگ‌های بسیار محکم و قوی انجام می‌شد. این ماشین قبل از اینکه پیش ما بیاد برای مرحله ریکاوری رنگ و اجرای سرامیک، قبلا یه پالیش ناشیانه رو صورت گرفته که الزاماً چیزی که بهش میگن پوساک یا سماده زبر و نرم، حالا به هر صورت روش انقدر انجام شده که این قسمت رنگ کاملا از بین رفته و کاملا مشهوده و برای اینکه درستش کنن اومدن روش رو رنگ زدن و یه لایه کلر زدن. الان ما با یه پاسپالیش بسیار نرم، حتی با دستگاه رندوم اوربیتال، این رنگ رو پاک کردیم و دوباره به سطح زیر رسیدیم، چیزی که واقعا انتظارش رو نداشتیم همچه اتفاق بیافته. و اتفاق از اون بدتر اینه که ما توی رنگ ماشین یه چیزی داریم به اسم اورنج پیل یا همون بوم پرتقالی، که این باید باشه، اصلا یه چیز دیفالت سته، یعنی یه چیزی که باید حتما وجود داشته باشه، ولی متاسفانه بعضی از نقاشا، من نمیدونم چرا، دوست دارن این رو از بین ببرن و تکسچر رنگ رو به هم بریزن. الان نمیدونم تا چه حد توی این ویدیو مشخص باشه، اما رنگ این ماشین چیزی به نام اورنج پیل یا دونه پرتقالی دیگه نداره. خب طبیعتاً مقاومت رنگ بسیار پایین میاد، الزاماً برای ایجاد شفافیت لازم نیست که سخت سنباده بخوره. تا جایی که بشه باید با روش‌های اصولی رنگ رو جلا آورد تا به یه به قول معروف شفافیت نسبی غیر کاذب ما دست پیدا کنیم. این چیزاییه که ما باش بر میخوریم روزانه و هیچ کاریش هم دیگه نمیشه کرد. خواهشی که ازتون دارم به خاطر خودتون لطف کنید مراقب سرمایه هاتون باشید. حتما توصیه نامه یا معرفی نامه، یا اینکه مثلا یه شخصی چندین و چند ساله یه کار رو داره انجام میده، نمیتونه دلیل محکمی باشه برای اینکه سرمایه چند صد میلیونی یا میلیاردیتون رو دستشون بسپاره. خواهش میکنم و آگاهی این کار رو انجام بدید. هستن کسایی که واقعا این کار رو به صورت تخصصی انجام میدن و مسئولیت پذیری و مراقبتشون یه مقدار از بقیه بالاتر.